صدها نفر از مردم اکوادور در حمایت از تصمیم دولت این کشور در اعطای پناهندگی به جولیان اسانژ، پایه‌گذار سایت افشاگر ویکیلیکس، در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور در کیتو تظاهرات کردند. آنها همچنین تهدید دولت بریتانیا مبنی بر ورود به سفارت اکوادور در لندن که با حمایت آمریکا صورت می‌گیرد را محکوم کردند. رافائل کوریا، رئیس جمهور اکوادور، ضمن محکوم کردن اظهارات برخی مقامات بریتانیایی مبنی بر ورود به سفارت این کشور در لندن، این اقدام را یک خودکشی خوانده و گفت این کار ممکن است موجب شود تا مکان‌های دیپلماتیک بریتانیا در سراسر جهان مورد حمله قرار گیرد. این تصمیم بسیار وحشتناک و فاجعه‌بار خواهد بود. ما با بریتانیا و سوئد مذاکره کردیم، اما هرگز بر سر حاکمیت خود مذاکره نخواهیم کرد. بریتانیا میگوید چاره‌ای جز استرداد آقای آسانژ ندارد. اگر اینطور است، پس چرا آقای آگوستو پینوشه را استرداد نکردند؟ تصاویر ضبط شده از داخل سفارت اکوادور در لندن آقای آسانژ را به همراه وکیل خود نشان می‌دهد و مقامات سفارت اطمینان دادند که امکانات رفاهی و غذای گرم در اختیار او می‌گذارند. روز یکشنبه آقای آسانژ با ایراد سخنانی از داخل بالکن این سفارتخانه از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواست که از تعقیب روزنامه‌نگاران خودداری کند.